برنامه را با چند خبر کوتاه پی می‌گیریم. گرد همایی بانوان با بیانات ارزشمند مرجع عالی‌قدر آیت الله العظمی سید صادق حسینی شیرازی در شهر مقدس قم برگزار می‌شود. بر اساس اطلاعیه‌ای که توسط دفتر معظم الله در این باره صادر شده آمده که این گرد همایی در روز دوشنبه هفتم ماه مبارک رمضان 1445 هجری برابر با 28 اسفند 1402 ساعت 20:30 دقیقه در بیت معظم الله در شهر مقدس قم برگزار می‌گردد. گفتنی است این گرد همایی هر ساله در ماه مبارک رمضان با حضور صدها تن از بانوان برگزار می‌شود. بررسی‌های جدید نشان می‌دهد که بیمارهای مربوط به سیستم عصبی از میگرن گرفته تا سکته مغزی، پارکینسون و زوال عقل و غیره شایع‌ترین بیماری در جهان هستند و باعث مرگ حدود 11 میلیون نفر در سال 2021 شدند. بر اساس مطالعه‌ای که به تازگی در مجله تخصصی آمریکایی منتشر شده، تعداد افرادی که با اختلالات سیستم عصبی زندگی می‌کنند یا بر اثر عوارض ناشی از آن می‌میرند، طی 3 دهه گذشته به طور چشمگیری افزایش یافته است. محققان می‌گویند در سال 2021 حدود 43% از جمعیت جهان تحت تأثیر این نوع بیماری‌ها قرار گرفتند. یک بررسی جدید هشدار داده که گرم شدن کره زمین میتواند حدود 24 تریلیون دلار در طول 36 سال آینده برای جهانیان هزینه داشته باشد. به گزارش آرتی عربی، محققان بر این باورند که آشفتگی اقتصادی تا سال 2060 در چندین صنعت مانند گردشگری، حمل و نقل، تولید مواد غذایی و مراقبت‌های بهداشتی گسترش خواهد یافت. این بررسی جدید که توسط تیم تحقیقاتی دانشگاه کالج لندن انجام شده، زیان خالص اقتصادی را بین 4 تریلیون دلار تا 24 تریلیون دلار تا سال 2060 تخمین زدند. شورای امنیت سازمان ملل متحد مأموریت هیئت معاونت این سازمان در افغانستان را تا یک سال دیگر تمدید کرد. پیشنویس این قطعنامه از سوی ژاپن تهیه شده و در آن بر حمایت کامل از یوناما تأکید صورت گرفته است. در همین حال، سازمان عفو بین الملل از تمدید مأموریت هیئت معاونت سازمان ملل متحد در افغانستان استقبال کرده و از رئیس این هیئت خواسته است که رسیدگی به وضعیت اضطراری حقوق بشر در افغانستان را با تمرکز بر حقوق زنان، دختران، اقلیت‌ها و همچنین بحران انسانی در اولویت قرار دهد. بر اساس گزارش‌ها، حداقل 21 مهاجر از جمله 4 کودک بر اثر غرق شدن قایقشان در سواحل ترکیه جان باختند. مقامات در شمال غرب ترکیه می‌گویند قایق این مهاجران در سواحل چناق قلعه واژگون شده است. به گفته مقامات ترکیه، 2 نفر از مهاجران نجات یافتند و 2 نفر دیگر توانستند به سمت ساحل شنا کنند. هنوز مشخص نیست هنگام غرق شدن این قایق بادی 2 نفر در آن بودند. صندوق کودکان ملل متحد یونیسف نتایج گزارشی با عنوان حساسیت غذایی و تجزیه و تحلیل وضعیت در غزه را منتشر و اعلام کرد که از هر 3 کودک زیر 2 سال در شمال نوار غزه 1 نفر با مشکل سوء تغذیه شدید مواجه است. در این گزارش تاکید شد چندین هفته است که هیچ کمکی به شمال غزه ارسال نشده و بر اساس بررسی‌های انجام شده در پناهگاه‌ها و مراکز بهداشتی از هر 3 کودک زیر 2 سال 1 نفر با مشکل سوء تغذیه شدید مواجه است. بر اساس این گزارش این میزان معادل 15.6% از کودکان در شمال غزه است و 3% از این میزان در معرض کاهش وزن شدید در سطح خطرناک قرار گرفته است.